ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. درود و سلام بر پرایداران عرفان و قدر و راهیان شور و طرف. باز هم بنابر لطف و اصرار اساتید کبار و لزوم دید گلهای معرفت و افتخار برقام شدم تا از کلماتی بشکسته و را به هم پیوستم که هرچند ناموزون و فتاده از گردش روزگار غمبار و دور از دیار از جملات بسازم تا آهنگ شروع و تداوم محفل پاشکوی امروزی را بیاغازم. قدوم یک و یک شما سروران هنر و ادب و حامیان والا اندیش و نیکو مشرب را خوش آمدید گفته و با ابراز سپاس و قدردانی از آقای قاسمی عزیز که در نتیجه تلاش‌های زیاد بدیدید شد، می‌خواهم کوتاه در مورد برنامه و محفل امروز که برنامه معرفی و افتتاحیه انجمن است و محور اصلی صحبت‌ها و برنامه‌ها اهداف انجمن است معلومات دهم. بخش نخست شامل سخنرانی‌ها، شعرخوانی‌ها و نیز نمایش تصویری بعضی از فعالیت‌های امدادی انجمن در افغانستان می شود. سپس برای 20 دقیقه هنرمندان محبوب ما به اجرای موسیقی خواهند پرداخت. بخش دوم نیز شامل سخنرانی ها، شعرخوانی ها و جمع‌بندی های نهایی و تقدیر چند تن از همکاران پرتلاش انجمن خواهد بود. پس از آن صرف قضا و به دنبال آن ادامه موسیقی با هنرنمایی هنرمندان عزیز ما را در برنامه خواهیم داشت. در آغاز برنامه از جناب استاد زبیهی دعوت می کنم تا با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید محفل ما را نورانی کنند. افتخار شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آتش میزنم خود را، ندارم بال پرواز، به پیشی شمع رویت همت پروانه میخواهم. معززین هستند، بزرگواران هستند، تلاوت میکنیم و امیدوار هستیم که به فضل و کرم خداوند جل جلاله و قرآن عظیم شان انشاءالله انجمن ما شما همیشه سرسبز باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. مهمانان گرامی، خانم ها و آقایان محترم، درود بر شما. از علاقمندی و اینکه هر چه داشتیم به دعوت دوستا در دنیا سپاسگزار هستیم. به همه ما شما کم و بیش معلوم است که از 45 سال پیش، یعنی زمانی که دولت‌های استعماری 1357 پیوست، بعد از دو بار دوره جنگ‌های داخلی شد و بعد از دوره افراطی ملی جامعه ما شما سراسر خون و آتش و جنگ و نفاق و بدبختی بود و در بین جامعه خود اختلاف را نمی بینم، بلکه اختلاف انگیزا هستن که جامعه ما شما را دسته دسته ساختن و تکردن. بینیاقتی که باید
گرفتی یا عدم تعهد زمانداره ما شما باید که همیشه مرد نظر ما باشه که ما اگر در آینده میکنیم کادرسازی بکنیم و لخبه های خوب خود جمعاری بکنیم. این تجارب تلخی را که ما در طی 45 سال دیدیم این باید فراموش ما نشه و استفاده بکنم. بعد از آن دوره 20 ساله بود که روی هر هدف سرش بسته میکنیم. جامعه جهانی متوجه افغانستان شد که کمک هایی که کردن و تلاش هایی کردن برای تشکیل جامعه مدنی و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و علمی و بازسازی این کمک های 20 ساله هم توسط یک تعداد انسان های بی‌کفایت و بی‌لیاقت و استفاده جو هدر داده شد. سپس دیدیم که باز جریان موجود طالبان وجود آمد. روی از این پس بکنیم بسیار طولانی میشه لیکن در مجموع بدبختی هایی که روز به روز جامعه ما شما در مدیمان از جهت رو زیاد شده میرد این انگیزه شد که یکی داد بزرگای دلسوز و شخصیت های متنفذ مردمی و علمی و سیاسی و کسانی که اهل فرهنگ و شخصیت های بزرگ ادبی ما هستند کنار هم جمع شوند و همونطور که جناب آقای قسمی اسمشان را گرفتن انجمن را تشکیل بکنن که یک حرکت خوبی برای آینده افغانستان حداقل باشه. حداقل امروز اگر کار عملی انجام شدن میتونه یعنی امکاناتش وجود نیست یک نوع کادرسازی شود یک نوع راهکارهای عملی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی برای نسل آینده ما گذاشته شود کی و نوبه خود کار بسیار پرارزش است که دوستان و بزرگان در تلاش کردی هستند. مسائل دیگه هم در مورد کمک های اقتصادی است که این دوستان کمر خود به این راستا بستند در حد توانشان برای قشر فرهنگی و قشر معارف افغانستان بیشتر که ضرر عمده را خودشان دیدن که از کار بیکار شدن بی سرپرست و بی سرپناه و بدون امکانات زندگی هستن و کسی دفعشان نیست. این دوستان با جرف نگریه که دارن در قسمت از این که چقدر مهم است تعلیم و تربیت برای اولاد وطن ما شما اینا در این را کامل محصر برداشتن و کمک های دوالا انجام دادن. مسئله دیگر مسئله ایست که خود بینشی که یا در نظر گرفتن برای جهانبینی خود به این که ملت چیگونه تربیت بکنن اگر امکانات خود را به کار بندازن و توانمندی و استعداد خود را به کار بندازن، یکی خود ارادیت جامعه است که اینا متکی به نفس و متکی به اراده خود کار دهند و دیگر مسئله خردورزی است که نیروی خرد برجسته کنند و نیروی عقلانیت برجسته کنند و ما شما میخوانیم که هر مشکلی که از لحاظ عقیدتی باشد مجبور هستند با عقل و خرد خود را حل کنند و هر اختلاف سیاسی که باشد با تفاهم خردمندانه میتونه را حل بکنند. به این لحاظ در این واسطا از لحاظ بینش خود اینا تلاش میکنن که جامعه را به این بیداری برسونن و هم مسائل دیگه هم که البته در توانمندی فعلا نیست ولی این توانمندی نظری وجود داره که نخبه های اندیشمند ما کنار هم بشینن و اینا راهکارهای اقتصادی، راهکارهای فرهنگی، احیای
فرهنگ اساس انسان محوری، یعنی فرهنگ و کلتوری به ما نیاز داریم و باید بزرگای ما کوشش کنن به این خاطر باشه که ایره راهکاری ایجاد بکنن که انسان برجسته شود، انسانیت برجسته شود، کار به انسان صورت بگیره، انسان محور باشه، انسان قربانی اهداف عقیدتی و سیاسی و دیگر نشه، بلکه اهداف و مرام و عقیده و اندیشه باید بر محور منفعت انسان و پرورش انسان و شکوفا شدن استعدادهای نسل‌های ما و کار بدن. به هر صورت من زیاد وقت شما را نمیگیرم، از شما سپاسگزار هستیم، تشریف آوردیم و زحمت دادیم و حرفای ما را گوش دادیم و همچنین از کسانی که این اساس عالی را گذاشتن من یک دنیا سپاسگزار هستم و هر خدمتی که از دست شخص خود من در اختیار شما هستم با احترام خدا کنه صحبت ما بزرگواران عزیزان و برنامه خود سپاسگزارم از تشریف آوری شما. من در حد توان خود سعی کردم اهداف این انجمن همبستگی سبزندیشان در شعر بیارم و امیدوارم مورد پسند شما واقع شد و کاستی های از او نادیده بگیرید. اکنون که برگزار آغاز بود یک همایش اکنون که برگزار آیم بستوی هفته آمن کاغذ شود، امیدوارم در حوزه کارهای فرهنگی هرگز و هرگز شتاب زده عمل نکنید. میخواستم نیم نگاهی به اهداف انجمن بیفکنم که در محفل افتتاحیه محفل تهدید تجلیل است نه محفل تهدید، به همین دلت از این میگذارم و با دو بیت از حافظ سرور رندان و عالم سخن را به پایان میرسانم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، اگر غم نشکرنگ بریزد و خونی عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم. تا دلود دیگر بدرود سبز باشید. ادب آموختیم. با درود و سپاس فراوان از جناب استاد دکتر عبدالغفور خارجی. من دلم پیش غریبی است که نامش وطن است. من دلم پیش غریبی است که نامش وطن است. آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد. ما باید در بدست آوردنش از دل و جان دریغ نکنیم، چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی سهل و آسان به دست آمده باشد. در این قسمت برنامه استاد نصیر میری از پرکارترین نویسندگان و دانشوران افغانستان که قرار بود در محفل ما حضور داشته باشند، اگر آماده باشند سیمان را خواهش میکنم. بزرگ رانی عرض سلام دارم امتعادت در معافلی که بسی دوستان عزیزا را تازه میبینیم ایگم سلام چوبای خوش روشی رامی. ابراز تشکر دارم از عزیزان انجمن همبستگی سبزندیشان، خصوصا عزیز گرانمایه شد پرتلاش و خوشتخن آقای قاسمی. خوش بدستم که
انجمنی تأسیس میشه که با این انجمنها و فرداها را گرد آورده